نه، یکی انسان حالا طبق شرایط زندگی خو از او اعتقادات و فکرها و به اصطلاح تفکرات دیگه و دیگه که داشتن فاصله گرفتن. این واسه هر کسی شاید پیش بیاد، فقط شما نیسته. حالا چون یکی میگه تا سن کم از پدر مادر جدا شده و مستقل شده، اینا همه تاثیرگذار هسته. چرا؟ ولی هیچ موقع برای برگشت دیر نیستن. ولی هیچ موقع واسه این که انسان از راه اشتباه، از راهی که خودت میگه ته دلت میدانی اشتباه هستم، تو راه درست چی هستم و عقیده تو چی میگم، اعتقادات چی هستن، هیچ موقع واسه برگشتن چی دیر نیستن. این دنبال مثال کسی که از دین، از خدا، از اینا فاصله میگیره، هیچ موقع نباید انتظار داشته باشه که شیطان در دمی ساده باید صحبت کنم، شیطان در گوشت بخوانه که ولی خدا تو رو میبخشن. نه، کار شیطان اینه میگه که چرا ناامید کنه. ولی آیه قرآن هست که اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. هر چقدر که انسان گناهکار باشد، هر چقدر نیست که انسان گناهکار باشد، وقتی توبه کنند، حالا مانا یک روز از عمرش مانده باشد یا 100 سال از عمرش مانده باشد، وقتی توبه کنه و از گناه بد، از کار بد واسه رضای خدا دوری کنه، خدا رو میبخشه. با این خوبی که دارن، علاوه بر این که گناه های گذشته تو پاک میشه، اون گناه ها تبدیل ده حسنات، تبدیل ده کارهای خوب میشه. مثلا ساده صحبت کنم، اگر 3 تا گناه بد در پرونده اعمال تو هست، تو از اونا توبه کرده اونا رو دیگه انجام نمیدی، اونا اون 3 تا پاک میشن و 3 دانه کار خوب در پرونده اعمال نوشته میشن. و هیچ موقع انسان نباید بگه که من یک گناهی انجام دادم که حتی خدا هم نمیبخشه، من اینقدر گناه کردم به تو اصلا نمیدانی من چی کارا کردم. هر چقدر که گناه بزرگ باشه خداوند رحمان و رحیم هست، ستار العیوب هست، یعنی گناه های آدم رو میپوشانه. خداوند غفار و ذنوب هست، از گناه های انسان میگذره و فقط یک اراده میخواد، مثل کسی میمونه که توی یک باطلاق گیر کرده باشه و تناب نجات برش انداخته باشه. هر چقدر که در از باطلاق فرو رفته باشی، تنها زحمتی که تو باید بکشی این هسته که تناب نجات در دست بگیر. یعنی اینمی تنها کار هستن، تنها زحمتی که تو باید بکشی این هسته که یک بار برای همیشه تصمیم خود بگیری که من میخوام از این گناه دوری کنم یا میخوام در این گناه بمانم، من میخوام در این راه و روش زندگی ادامه بدم یا میخوام از این راه و روش دوری کنم. 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. تا این لحظه زندگی خدا هر جور که گذراندی، چه خوب چه بد، از این به بعدش بیا یک بار کارهایی که خدا و رسول و پیغمبر و قرآن و اهل بیت گفتن انجام بدی. اگر بد بود، اگر دید فایده نداره، اگر دید بد بود، خوانه دوباره در راه قدیم خوب برگردی. ولی در یک بار امتحان کردن چی؟ در یک بار امتحان کردن میارزن. آقا یک عمر اینجوری گذرانیم، بیاد دورت هم بسر نامش ببینیم اگه امتحان کردن فردا نگیم اگر کاش فلان کار انجام میدادم، کاش فلان کار انجام نمیدادم. یک بار امتحان چه مجانی هست؟ یک بار اینقدر با مردم معامله کردیم، اینقدر با مردم بالا پایین کردیم، با مردم معامله کردیم. معامله با انسان ها دو سر داره، یک سرش باخته، یک سرش برد هسته. یا در اون معامله در تو هم سود میرسه یا ضرر میکنه. معامله با خدا دو سر برد هسته، یک بار واسه هم رضای خدا تصمیم خدا بگیر. لازم هم نیست کسی از تو انتظار نداره که توبه که کنی از فردا بخزی، نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار بشی، قرآن خدا بخوانی تا اذان بده نماز که شروع کردی، والله یک عمر انسان در گناه تر میکنه، اینو باید بدانی، که یک عمر که در گناه تر کردی کم کم باید در پی جبران شو باشی. کسی از تو انتظار نداره که فرداش بفزی چی؟ دیگه کل کارهای تو، دیگه قرآن تلاوت کردی، تو نماز خوانده، تو گفتاری رفتاری، ذره توی از این گناه انسان غرق میشه، ذره باید ازش بیرون بیاد. تو نمیتونی وقتی میخوای داخل یک چاه بری، پله پله داری از نردبانش پله پله موری پایین توی از اون چاه، موقع بیرون آمده یک دفعه مشت کنی بیای بالا. نه، همونجور که انسان وارد یک مسئله، وارد یک گناهی میشه، همونجور باید از اون خارج شد. در عنوان مثال از خیلی از چیز ساده شروع کن.
آقا جان من تا همین وقت نماز نخوانده، بیا از فردا، از فردا واسه رضای خدا، نه واسه خوب و بد مردم، نه واسه اینکه روزی ما را بیشتر کنم، مرا دوست داشته باشم، بهشت و جهنم ببرم. یک عمر که گناه کردیم روزی ما قطع شد؟ نه. آبروی ما پیش کسی برد؟ نه. روی هر پله ای که باشی خدا یک پله از تو بالاتر است، نه به خاطر اینکه خدایه، بلکه واسه اینکه دست تو را بگیرد. یک از یک بار انسان بود. اما من توبه میکنم از به فردا یک کار انتخاب کن که خیلی میدانی به زندگی تو، به زندگی روزمره تو اثر داره. حالا یا انسان بد زبانه، یا دروغ میگه، یا غیبت میکنه، نمازش کم و زیاد شده، نمیدونم عادت در فیلم های غیر اخلاقی داره، هر چیزی که باشه از یک دانه شروع کن. بگو من از فردا تصمیم میگیرم تا جایی که در توان من هستم. بعضی موقع انسان یک کار ناخودآگاه مثلا میخواد فوش نده، ناخودآگاه از زبانش میپره اون، تا جایی که در توان من هستم اینمی کاری که من تصمیم میگیرم من از فردا انجام نمیدم واسه رضای خدا. اون موقع بگو خدای ما در خاطر رضای از تو اینی کار انجام نمیدم. یک معامله خیلی ساده با خدای خود انسان صحبت کنه، لازم نیست عربی صحبت کنه. والله علیم بذات الصدور، خدا از دل هر کس آگاه هست. یک معامله را با مردم معامله کنی که نیر میدم آن رو میگیرم، یک بارم با خدای خدای ما در خاطر رضای هست اینی گناه انجام نمیدم، میبینم در عوضش تو اینی مشکل از ما را در بزرگی خود برطرف کن، در بزرگی خود در زندگیم برکت و رزق و رونق ببخش. یک بار انسان با خدای خود صادقانه مرد و مردانه دیگه میگه بینی و بین الله، بین خودت و خدای، یک دفعه صحبت کن. لازم هم نیست از فرداش بخزیم آخوند و شیخ و دیگر و دیگر شد. ذره ذره آدم در گناه غرق میشه، ذره ذره هم ازش بیرون میاد. هیچ کس هم نمیتونه بگه من یک گناه های کدوم که اصلا خدا نمیبخشه، یک گناه های کدوم بابا تو اصلا نمیدنی من چی کارا کن. نه، هیچ گناهی وقت بزرگ نیست که خدا بخشیده نتانه. یک شرط داره، خودتو باید بخوای. آره برد دست در نه، خودتو باید بخوای. یک بار گفتم داداش، گفتی 20 سال این هستن، 20 سال هر جوری که ترکدی ترکدی، چیزی که گذشته هستن. بله. یک ضرب المثل هستن اونگه که 100 بار بدی کردی یا دیدی ثمرش را، این بعد یک عمر در بدی گذران داداش، نتیجه شدن میبینیم دیگه در زندگی ما چه اتفاقایی میفتن، حال روحی ما خوبه یا بده، حال جسمی ما، اطرافیان ما، زندگی روزمره ما. 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. یک دفعه واسه این همیشه بین خودت و خدای خود، بقیه هم بریز دور، مرد و مردانم بگو من از فردا این کار انجام نمیدم، سر حرف خودم هست، بگو ببینم با توی خدای خدای من هستی، من با تو معامله میکنم، ببینم چه جوری پیش میاد. اون موقع اگر دیدی یه هفته در روز طبق میل پیش نرفته، حداقل امتحانش کردی، فردا پشیمان نیستی که کاش فلان کار انجام میدم. من یه سوال کوچیک دیگه داشتم، اگه من ترس از چیز ندارم و خودم اگه یه موقعی نتونه آدم به اون دین و به اون چیز عهدی که بسی قایبم بمونی و این مشروبات و این چیز میذار، شما خودت هم میدونی نشداری، میدونی که چیز میکنه وسوسه بانگیزه و چیزه، اگه یه موقعی خدای نکرد آدم نتونه به اون عهدی و به اون چیزش یه موقعی پیوند باشه و بتونه پیوند بمونه، به نظر شما این بعد خیلی چیز بزرگیه یا نه؟ همونجوری که تو تلاش میکنی سمت خدای خود برگردی، یه هم یادت باشه همونجوری شیطان هم بیکار نشید، تو همونجوری با هم دوباره وسوسه شدن در دلت میندازه. ولی خدا و رسول مگه چی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز است که انسان از کار فحشا، از کار غیر اخلاقی و منکرات جزای بد دور نگه میداره. گفتم نمیخواد از فردا دو رکعت صبح خود سر وقت، ظهر و عصر و مغرب و عشا تمام سر وقت و والا بالی، نه، تا جایی که در توان تو هست، تا جایی که در توان تو هست. فردا اگر فقط صبح تا نیست بخوندی، بقیهش رو نخوندی، پس فردا صبح بخوان، حالا ظهرش هم بخوان، کم کم و کم کم و کم کم. یکی انتظار خود آدم هست که خود آدم رو ناامید میکنه، یه تو هستی که در خود تلقین میکنه که چی؟ والا امروز، یعنی کسی که داره توبه میکنه و برمیگرده، من فقط صبح خواندم، زورم حال بینش به زور دیگه نخوانم، حال خب یک صبح خواندم انشالله از فردا. نه، تا جایی که در توان آدم هسته بخوان، تا جایی که در توان تو هسته، یعنی خودت خود بازی ندی دیگه، از هر کس پنهان تری، از خود چیز رو پنهان تری نمیتونی. یکی وسوسه ای فلان چیز و بسمدان دیگه و دیگه سراغت میاد، یک راه داره، او هم نماز هست.
آیه قرآن هسته، کلام اهل بیت هسته، کلام پیغمبر هسته. دو رکعت نماز صبح خودم میتونی در وقتش بخوان، نمیتونی آقا نماز ظهر اگه خواندی، نماز ظهر خواندی بعد از ظهرش بیکار بودی، وسوسه سراغ تو آمد، از همون نمازهایی که از تو قضا شده دو رکعت چرا بخوان، از همون نمازهایی که از تو قضا شده دو رکعت نماز قضایی صبح خودت بخوان، که هم نماز خود خوانده باشی، هم گناهی که قبلا انجام داده نماز قضایی تو برطرف شده باشه، همش از وسوسه شیطان و شراب دیگه و دیگه دور باشه. در شرط اینکه ما گم آدم باید چی داشته باشه بی؟ انسان دیگه اوقات باید اراده داشته باشه. بله درست. بیا خودت اوقات باید بخوای دیگه. وگرنه اگر پیشونیم خب بگیم که شیطان داره گولم بزنه، شیطان داره گولم بزنه. اما لحظه خودت با خود فکر کن، اینمی فکر که سراغ تماده از شیطانه، همی کار بد. چجوری وقتی که انسان در خیابان یه چیز کثیف رو میبینه، یه چیز نجس رو میبینه، هیچ موقع فکر خوردن از اون حتی در سرش خطور نمیکنه. درسته انسان در خیابان یه چیز کثیف میبینه، آشغالی میبینه، هیچ موقع فکر نمیکنه وای کاش برو بخورم حالا خیره ببینم چه مزه‌ای میده. فکر در گناه هم اینجوری هستن. اصلا نباید بذاری فکرش در کلیت تو بیاد. وقتی یک فکر بد در کلیت تو میذاره، اونم اون خود در خود با خود صحبت کنه. همین فکری که هست از شیطان هست. واسه از یک صلوات هستن، نماز هستن، میخوای وضو بگیر، حالا بیرون بری با کسی صحبت کنی. یعنی یا راه حلش هست، ولی باید شرط اولش گفتم خود تو باید بخوای. یعنی این تو هستی که باید دست بندازی و تناور بگیری تا بتونن تو رو بالا بکشن. تشکر، دست درد نکنه. سلامت بشه عزیزم.